بسم الله الرحمن الرحیم. اوتیزم هم مانند دیگر امراض درمان و تداوی های خود را داره که خانواده ها اکثرا رول اساسی و رول مهم و رول مرکزی را در درمان اوتیزم بازی می کنند. خب درمان اوتیزم همونطور که گفتیم روش های خود را داره و ما می تانیم که بالای شخصی که اوتیزم داره کار کنیم و با روش های خاص او را تداوی بکنیم. همچنان موضوع امروز ما هم روش درمان و کمک خانواده ها به کودکان اوتیزم می باشد. سلام به شما عزیزا، امید همتان جور و صحتمند و سرحال باشین و لباس عافیت بر تنتان باشه. به یکی از دیگر برنامه های سنگ صبور شما را خوش آمدید میگم. امید تا اخیر برنامه با ما باشین و برنامه را تا اخیر تعقیب کنین. در برنامه جناب کفایت الله رو این را داریم که خوش آمدید میگم. تشکر. به نام یاد خدا سلام بر شما فیصل عزیز، سلام به همه عزیزایی که بیننده هستند، وقت همیشون بخیر، امید جور و صحتمند. خوش آمدید رو این سیب، انشالله شما هم جور و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان. تشکر. خب رو این سیب، خوب است که در اول راجع به اوتیزم کمک گپ بزنیم و باز هم به بیننده های ما ایتازه شود که اوتیزم چی هست؟ تشکر. ما در برنامه قبلی هم روی اوتیزم بحث کردیم که از جمله اختلالات رشدی هست که کودک زمان دچار اوتیزم می باشه، رفتارهای کلامی و غیر کلامیش به صورت غیر طبیعی است، یا می تانیم اوتیزم یک نوع رفتار تعریف شده بگویم، یعنی یک وضعیت رفتاری تعریف شده هست. هرگاه ما او وضعیت را، او رفتارها را در یک کودک ببینیم، ما میگیم که کودک دچار اوتیزم است یا در خود فرو رفته است. و معمولا کودکان اوتیزم که در برنامه قبلی هم روش بحث کردیم در پنج مورد مشکل دارند. اولین موردی که بسیار مهم و کلیدی است، کودکان اوتیزم در حواس، در پنج حواس مشکل دارند که بینایی و شنوایی و حس و لامسه و اینا هستند که متاسفانه نمیتونند بین حواس خود چه تناسب خوب و مناسب را ایجاد کنند. دوم، مشکلاتی که کودکان اوتیزم دارند از لحاظ رشد ذهنی در سطح پایین هستند نظر به همسن سالش، یعنی از لحاظ ذهنی هم به حد کافی رشد نکردند. سیومین مشکلی که دارند در بیاد سپاری، مسائل کلامی و غیر کلامی و شنیداری مشکل دارند. یعنی اگر یک کودک اوتیزم را بعضی مسائل همراه شریک بسازین، اگر یک بار برش لباس پوشیدن را ما یاد بتیم، بار دوم به یادش نیمانه. هر گاه ما یک مورد را، یک پروسه را برش آموزش میتیم، بعدا ازش سوال میکنیم، بر ما جواب دادن میتانه. مثلا برش میگیم که زمان تو دندانه خود را برس میکنی، باید از زیر قسم استفاده کنی، ابتدا باید دست تا بشویی، بعدا تو باید دندانه خود را به این شکل برس کنی. اما روز دوم میبینیم کونه میتانه به تنهایی خود چه کنه، دندانه خود را برس کنه. یا مثلا روش غذا خوردن، گرفتن قاشق و امثال موارد را یادش میدیم، دوباره از یادش میره. این موارد است که بسیار کلیدی است و در کودک اوتیزم دیده میشه و این بسیار مهم و جدی است. بله. خب قسمی که در اول در مقدمه گفتم، اوتیزم هم روش های خاص خود را داره به خاطر درمان، که یکی از روش های از او روش درمانی هست. روش درمانی چی هست و چی خصوصیات خود را داره و یعنی چطور، آیا امکان داره که از طریق ازی یک کودک که مصاب به اوتیزم باشه درمان شود؟ دقیقا ما در برنامه قبل روی خود اوتیزم عواملش و ایناش بحث کردیم. بله. که یکی از عوامل بسیار کلیدی و یکی از عواملی که باعث میشه کودک اوتیزم به وجود بیایه، او تفاوت سینی بین والدین است. هرگاه تفاوت سینی بیشتر از 10 سال بین والدین باشه، ممکن کودکی که به دنیا میاد او دچار بیماری اوتیزم باشه. و روش های درمانی متنوعی وجود داره و خوشبختانه یک مورد را میخوایم یادآور شم که در پروسه درمان کودک، معمولا که ما در مراکز آموزشی و در کودکستان ها و مراکز بهداشت کار کردیم، معمولا در پروسه درمان با کودک 50% خانواده ها نقش دارند. بله. چون کودک نمیتونه تماما امورات زندگی خود را در سن کودکی
یعنی مسئولیت خود را 100% پذیرفته نمیتانه. به حمایت و به سپورت و به تشویق و به همکاری خانواده چه داره؟ نیازمند است و نیاز داره که باید کمک شوه. بنان روش های درمانی متنوع وجود داره و خانواده ها هم میتانه مثل یک مشاور یا درمانگر در یک مرکز کار میکنه. در خانواده هم خیلی از مواردی است که میشه ما انجام بدیم و کودک اوتیزم را در رشد و در پیشرفتش همکاری داشته باشیم. ده. اولین روش درمانی که معمولا زیاد مؤثر و مفید است او بازی درمانی هست. بازی یعنی ای از نوعیت درمان ها هست. یک نوع درمانی که معمولا با کودک اوتیزم کار میشه او بازی درمانی است. بازی یک درمان یک وسیله خوبی است که کمک میکنه تا اینکه ما کودک اوتیزم را از خود فرو رفتگی بیرون کنیم، از درماندگی که داره بیرون بسازیم، بر رشد و به مسئولیت پذیری بیشتر در قبال خودش و در قبال خانواده که مسئولیت داره، در مکتب داره، بیشتر رشد بدیم و همکاری کنیم. و بازی هایی که معمولا زیاد مؤثر و مفید است و ما باید او بازی هایی را انتخاب کنیم که مطابق با سن و مطابق با رشد کودک باشن. بنابراین وقتی که ما بازی را که برای کودک انتخاب میکنیم چند مورد کلیدی را باید در نظر بگیریم. اولین مورد که خیلی مهم است در بازی که برای کودک در درمان اوتیزم استفاده میشه و در خانواده ها باید ازش استفاده کنن، باید چند مورد را ابتدا چی بگیرن؟ در نظر بگیرن تا ای که پروسه یا کمک به کودک اوتیزم باز بر علاوه از این که مفید واقع نشه بعضی مشکلات خاص دیگری را برای کودک اوتیزم ایجاد نکنه. اولین مورد که خیلی مهم است بازی که انتخاب میشه مورد علاقه کودک باشه. بله. چون کودک اوتیزم هیچ علاقه نداره با بازی، با بودن با دیگرا. بنابراین اگر ما بخوایم کودک اوتیزم را در خانه یا در یک مرکز برای با اصطلاح همکاری کنیم باید بازی را انتخاب کنیم که مورد علاقهش باشه. دوم در سطح توانایی و فعالیت کودک باشه. بازی باید چون هر کودک اوتیزم، هر کودکی که مشکل داره در یک سطح هست، تفاوت ها وجود داره، باید بازی در سطح عملکرد و مهارت کودک باشه. ببینیم مهارت کودک چقدر است. مثلا یک کودک اوتیزم که نمیتونه بین حرکت چشم و حرکت پاهایش چه کنه، یک توازن برقرار کنه، چگونه میشه از او از بازی با توپ استفاده کنیم. چون او نمیتونه فوتبال کنه، او نمیتونه با توپ با هم با پای خود بازی کنه، همزمان چشم خود را حرکت شکنترول کنه، چون دو فعالیت مغزش نمیتونه همزمان انجام بده. بنابراین او بازی برش مؤثر نیست. دقیقا. و در معمولا او وسایل بازیه که برای کودک اوتیزم در خانه خیلی مهم و خیلی مؤثر است و والدین میتونن ازش استفاده کنن. اول پوقانه است. پوقانه یا بعضی وسایل دیگری که با اصطلاح پف میشه، این میتونه خیلی کمک کنه. دوم کتاب است که ما کتاب هایی که در سطح عمو رشد کودک باشه، کتاب های قصه خوانی، ما برای کودک از او استفاده کنیم. دوم بازی های متحرک است. مثلا بعضی چیزهایی است که او مثلا در برق زده میشه و ازش استفاده میشه، حرکت میکنه یا بالتی میخوره، از این بازی ها میشه استفاده شه. و همچنان توپ. توپ خیلی کمک کننده است برای کودک اوتیزم. ما میتونیم از توپ در چند زمینه استفاده کنیم. معمولا برای کودک اوتیزم میشه ما از توپ به عنوان برش بگویم که تو با تو پرتاب کو. بازیش قسمی است که ما چند نفر از اعضای خانواده یا چند کودک اوتیزم اگر به شکل گروهی آموزش داده شود در خانواده، به شکل حلقه استاد میشیم و توپ را بلند مندازیم و یک نفر همزمان میره و داخل میدان از وسط توپ را میگیره. و ایره ما با کودک اوتیزم آموزش میتیم که هم همی کار انجام بده. و هر زمانی که توپ را یک شخص بلند میاندازه و این میره میگیره، این در حقیقت مهارتش چی میکنه؟ رشد میکنه و این از لحاظ ذهنی و حسی آماده میشه برای گرفتن چی؟ توپ. مهارت هایش رشد میکنه. دومت میتونیم بر کودک توپ را بتیم و بگویم که در بین دو پای خود بگیره و بپره، خیز بزنه. این میتونه خیلی کمکش کنه. و همچنان ما میتونیم از طریق توپ
به شکل شوت هم استفاده کنیم. توپ میشه شوت چه و ایره معمولا در بین کودک ها به نام شادیگکان زیاد مشهور است که به شکل حلقه استاد، به شکل سه بودی یا چارزولی ما استاده میشیم، یکی توپ را بر دیگه میزنیم. در صورتی که یک نفر چی میکنه؟ با گرفتن توپ همیشه حرکت میکنه و بازی میکنه و ما نمیخواهیم که توپ با دسترس از او چه کنه؟ قرار بگیره. و ما این انجام میتیم و کودک اوتیسم آموزش میتیم که او همی فعالیت چه کنه؟ انجام بده تا مهارت های شناختی ادامه بازی ها را انشالله بعد از وقفه میگیریم از شما مشنیم. عزیزا یک وقفه کوتاه داریم و دوباره زود در خدمت شما برمیگردیم با برنامه سنگ صبور. باز هم عزیزا خوش آمدین، شما را خوش آمدید میگم به برنامه سنگ صبور و یک سلام خاص به وید دوستای عزیزی که در جریان برنامه با برنامه خود یک جا شدن. امروز در مورد روش درمان کودکان اوتیزم صحبت میکردیم با روین صاحب و از روش هایی گفتن، از البته از بازی درمانی گفتن که بازی درمانی چی رول داره در درمان بیماری اوتیزم و بیمارهای اوتیزم. خب جناب روین صاحب، میریم و روی روش هایی که به خاطر تداوی اینا به کار گرفته میشه صحبت میکنیم. اولین روش از که شما گفتین و جایی که ما هم با او بلد بودیم شنیده بودیم، روش فولر تایم بود. این کدام روش هست؟ دقیقا فولر تایم هم مثل بازی درمانی یک روش درمانی است که در پانتون جورج واشنگتن توسط استانلی با وجود آمد و این یک روش درمانی است که معمولا کودک محور است. بله. یعنی در ای درمان ها معمولا توجه زیاد بر کودک است. عمل کرد کودک اساس درمان را تشکیل می دهد. بله. و درمانجو یا والدین در ای برنامه در ای درمان زیاد تلاش میکنن و انرژی به خرج میچن تا با کودک وارد چه شوند؟ ارتباط شوند. چون کودک در وارد شدن به ارتباط دیگرها با روابط اجتماعی خیلی زیاد مشکل داره و والدین یا درمانگر تلاش میکنه که بازی را انتخاب کنه که کودک او را زیاد علاقمند است و زمانی که وارد بازی میشه با او همکاری میکنه و وارد بازی میشه. و در روش فلور تایم ما میتونیم 4-5 نوع بازی را استفاده کنیم. اول عبور از تونل یا یک خالیگاه هست. مثلا ما برای کودک محترمیت میگویم سر فرش در بین گل قالین. همین قالین ها معمولا چه داره؟ از خود یک گل ها داره. ما میگیم که تو میتونی صرف بالا این گل چی کنی؟ حرکت کنی توسط امو موترک. این موترک زمانی که پس میاره یا پیش میبره یا راست میبره یا چپ میبره ای چی میکنه؟ کمکش میکنه که تو از لحاظ ذهنی رشد کنه. یکی از موارد این است که عبور از تونل ها یا جاهایی که یعنی برش معلوم محدود میشه برش وضعیت، این میتونه خیلی کمکش کنه. عبور از تونل هاست. دوم استفاده از توپ است که در اینجا توپ با روش بازی درمانی که قبلا گفتیم فرق میکنه. ما اینجا از توپ مثلا چند توپ را میگذاریم، کودک را میگیریم میگوییم که تو از اینجا یک رنگ انتخاب کو. قبلا برش آموزش میدیم، مثلا 10 دانه توپ است، برش میگوییم که توپی که در پشتش عکس پشک است او را بلند کو بیار و اینجا بگذار. بعد. از این طریق ما همراهش کار میکنیم. توپ میتونه خیلی کمک کنه. در روش فلور تایم بعضی ورزش ها میتونه خیلی کمک کننده باشه، مثلا دویدن، پریدن، حرکت کردن، اینا میتونه خیلی کمک کننده باشه. ما میتونیم از این روش ها استفاده کنیم. و یک روش دیگری که بسیار معمولا ارزشمند است، روش تیچ برش میگن. بله. که این هم اولین بار در امریکا بر کودک اوتیسم مورد استفاده قرار گرفت. در روش تیچ معمولا ما یک برنامه ساختار یا ساختار شده برای کودک می سازیم. یعنی برنامه ما طور طرح‌ریزی شده که چند مورد را در برنامه در نظر می گیریم. اول برنامه در سطح عمل کرده کودک باشه، باعث رشدش شوه. و ما همیشه در درمان اوتیسم خانواده ها باید تلاش کنند که کودک را، محیط را به نفع کودک تغییر بدن، نه ای که ما کودک را وادار بسازیم یک عمل انجام بده. ما محیط را باید با کودک چه کنیم؟ همساز بسازیم یا سازگار بسازیم تا ای که کودک بتانه از محیط استفاده کنه. و در روش تیچ
معمولا ما سه چیز را در نظر میگیریم. اول برنامه ریزی روزانه باید برای کودک داشته باشیم. در برنامه ریزی روزانه فعالیت های کودک را چی کنیم؟ مشخص بسازیم. دوم، محیط یا فضایی که برای کودک از لحاظ فیزیکی ساخته میشه باید تو تشویق کننده و انگیزاننده باشد، برای کودک انگیزش ایجاد کند تا ای کوچه شا وارد بازی شا و بازی را ادامه بده. بله، خب یک روش دیگه هم که در اخیر من روش درمان یک پارچگی حسی. دقیقا بعضی کودک ها مثلا نسبت به صداها، نسبت به محرک های محیطی واکنش های نامناسب را انجام میدن. معمولا در کودکان اوتیزم که شایع هست، مثلا یک کودک اوتیزم زمانی که ما اسمش را میگیریم برش صدا میزنیم که احمد، او هیچ واکنش و عکس العمل نشان نمیده، اما در مقابل بعضی صدا مثل صدای موتر، مثل صدای بعضی ماشین های دیگر عکس العمل یا واکنش نامناسب را انجام میده، مثلا چیغ میزنه یا بعضی عکس العمل نامناسب دیگر. بنان روش یک پارچگی حسی برای برزی استفاده میشه که تا ما امو حواس کودک را با اخذ امو تحریکاتی که از محیط میگیره باید متناسب شود. یعنی واکنش کودک با تحریکات محیطی همسان شود. مثلا زمانی که ما برش میگویم احمد، به طرف ما چی کنه؟ ببینه واکنشش مناسب شود. که سه مورد میتونه اینجا کمک کننده باشه. اول ورزش هاست، مثلا فوتبال است، ریسمان بازی است که میتونه خیلی کمک کننده باشه. هر بعضی تمرینات ظریف مثل مهره، مثلا ما مهره را برش میتونیم میره تارکو یا برش نقاشی، خطاطی، اینی موارد خیلی میتواند در روش درمانی یک پارچگی حسی خیلی کمک کننده باشه. از نظر شما که روانشناس هستین، به عنوان سوال اخیر، روانشناس هستین و در این بخش کار میکنین، کدام از این درمان ها فواید خود را و فایده خاص خود را داره به اوتیزم و اطفال که مصاب به اوتیزم باشه؟ دقیقا مورد خیلی مهم و جدی است. کودکان اوتیزم، خب ما قبلا هم بحث کردم با هم دیگر چی است، متفاوت است. بهترین روشی که ما توصیه میکنم این است که ما میتونیم از تمام روش ها استفاده کنیم، از یک یک نکته را بگیریم و این را مکس بسازیم. بله. و از این روش استفاده کنیم که را به نام درمان های چی میگه، همه جانبه یا درمان مشترک میگه، که ما از چندین درمان چی میکنیم استفاده میکنیم و کودک را یک مهارتش را رشد میدیم. بله. مثلا یک دو از بازی درمانی میگیریم، از یک دو از روش تیک میگیریم، یک عمل کرده از روش چی میگیریم، یک پارچگی سی از چند روش گرفته و کودک را رشد میدیم تا ای که بتانم خودش مسئولیت خود را بتانم. سلامت باشین روی این سربازی که آمدین و وقت دادین و در مورد درمان اوتیزم صحبت هایی داشتین. تشکر. تشکر بیننده های عزیز که تا به ایدم با ما بودین. عزیزا در بخش دوم برنامه، بخش مهمان برنامه است، با ما باشین در او بخش همچنان و برنامه ادامه دارد. با سلام دوباره شما را خوش آمدید میگم به این بخش برنامه و بخش دوم برنامه سنگ صبور مربوط میشه به معلول موفق و اشخاص دارای معلولیتی که در اجتماع ظاهر شدن و از خود چیز ساختن و به جای رسیدن و این همه از تلاش ها و کوشش های فردیشان بوده. در این بخش برنامه آقای مسعود شریفی را با خود داریم، شاعر، نویسنده و فعال اجتماعی و همچنان محصل حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل، که شما را خوش آمدید میگم آقای شریفی. تشکر، سلامت باشین، لطف کردین، شما ذره نوازی کردین. مسعود شریفی هستم، محصل فاکولته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل و امروز در خدمت شما و مخاطبین محترم تلویزیون وزین شما. زنده و سلامت باشین، از اینکه وقت دادین و تشریف آوردین. واقعا بیننده های عزیز، وقتی که با آقای شریفی صحبت میکردم خودمم انرژی مثبت میگرفتم، چون که اینا همچنان محصل هستن و یک راه بسیار طولانی را طی کردن تا به اینجا آمدن و باز هم تشکر. خب آقای شریفی، اگر شروع کنیم از صحبت های خود که مسعود شریفی کی هست و در کجا تولد شده و راجع به زندگیتان کمی بر ما بگید. تشکر، لطف کردین شما. ما قسمی که قبلا خود معرفی کردم، بله، مسعود نام است و شریفی ده خلاص میکنم که در شهر کابل تولد شده. بله. و از زادگاه اصلی ما ولایت کاپیسا میباشه و
دیگه و تکلیف نبینایی که شما دارین ای از چه وقت به شما پیش شده و از کی با شما هست؟ تشکر. بله، تکلیف نابینایی که برام تقریبا سالای 2009 بود که در اثر حادثه انتحاری من بینایی خود از دست دادم. بعدا مدت 4 سال یا 5 سال البته کاملا از دست دادم، کاملا بینایی من از دست دادم. بعدا برای مدت 4 سال یا 5 سال تحت تداوی قرار داشتم و از درس و مکتب و وسایر فعالیتی که قبلا داشتم در انزوا بودم. بعدا که برای من واضح شد که دیگه امکان تداوی فعلا در افغانستان امکان پذیر نیست، باز دوباره روی آوردم برای زندگی و یک زندگی مجدد از نو تولد شدن بله یک تولد دوباره باز بعدا شروع کردم مکتب به موفقیت سپری کردم، دوره کانکور بسیار به خوبی و به شکل بسیار مثبتش خوبش سپری کردم و در سال 96 کانکور اختصاصی نابینایان ما حائز مقام اول شدم با بلندترین نمره و رشته دلخواهم که حقوق بود تانستم را پیدا بکنم دانشگاه کابل و فعلا هم سمستر 4 و سال 2 مستر دانشگاه. بله، خب شما یک مسیر خیلی طولانی را طی کردین تا به ای که به دانشگاه رسیدین و درسهایتان را در دانشگاه آغاز کردین و ادامه میتین. از این ببین که وقتی که شما نو نابینا شدین با چی مشکلات روبرو بودین و از چی مشکلات شما رنج می بردین و چطور شما موفق شدین که با اونا مبارزه کنین و اونا را شکست بدین مشکلاتتان را؟ خب طبیعی است که وقتی که یک انسان که می بینه و تمام دنیا را دیده و قبلا دیده و سالم بوده، وقتی که دفعتاً دنیا برش زندگی برش تاریک میشه، درد بسیار طاقت فرسایی است و بسیار تحملش بسیار حتی شاید بگم ناممکن باشه، بسیار مشکل است. خب اما اگر فلسفه زندگی رو ببینیم، زندگی با این حادثات و با این آرزه ها هیچ وقت متوقف نشده. این واقعیت زندگی است، واقعیت زندگی ما بود نابینایی که ما را قبول کردم. با قبول از این واقعیت برام روزنه های باز شد، که ما هدف خود تعیین کردم، مقصد خود مشخص ساختم و این راه پرفراز نشیب هرچند که هنوز به نظر خودم نتونستم درست بپیمایم شه، اما در صدد ازی هستم که هنرمندانه ایراه را بپیمایم و به آن چی که میخوایم برسم. خیلی عالی، موفق باشین انشالله. سلامت باشین آقای یوسفی. شما آقای شریفی با معذرت، شما در پهلویی که درس میخوانین فعالیت های اجتماعی هم دارین، میشه کمی از فعالیت های اجتماعی تان بگوین که در کدام عرصه ها زیادتر فعالیت دارین؟ بله، من همو که شعر سعدی صاحب است میگه بنی آدم اعضای یک دیگرن. خب امی هیچ انسانی را حتما وادار میسازد تا به امنوش، تا به یک کسی که میفهمد در جای موثر واقع میشه یا چیزی میتونه دستش بیاید، حتما باید او کار انجام بده و امنو خود یا جامعه خود در مقابل جامعه، فرد، خانواده، اجتماع کلان که مسئول هستیم. و من بعضی فعالیت های دارم در بخش معلولین و همکاری دارم با انجمن ملی نابینایان افغانستان و سایر مؤسسات توانبخشی برای معلولین و اکثرا در دانشگاه با معلولین که معلولیت دارن همراهشان در ارتباط بسیار نزدیک هستم، همراهشان کار میکنیم و همیشه در صحبت هستیم و در صدت ازی هستیم که بتانیم اندک اگر بسیار کم میشه که مسمر واقع شویم و مفید باشیم، وجدان ما راحت میباشه و احساس افتخار میکنیم. خیلی خوب، عالی. در خانه چند نفر هستین؟ در خانه تقریبا 8 نفر، تعداد اعضای فامیل ما 8 نفر هستیم. بله. که 4 برادر دارم و 2 خواهر دارم، پدر مادر. آها، خیلی عالی. شما
اولاد چندم هستین؟ ما اولاد اول هستم. بچه کلام از فامیل هستم. بله، فرزند کلام هستم. در خانه پدرتون تنها کار میکنه؟ بله، در خانه پدرم فقط وظیفه دارن و وظیفه معاش و تامین معاش خانه بر بود پدر جان. خیلی عالی. خب چطور هستین با درس های پانتون؟ از اینکه یک فضای کاملا تقریبا جدید آمدین، چون در مکتب اکثرا با شما حتما نابینایان بوده، در پانتون که آمدین اکثرا بینا است، در صنف بینا آمدین، یک فضای کاملا جدید، چطور خود را احساس میکنین در این فضا؟ زمانی که ما وارد دانشگاه کابل شدیم کاملا یک محیط نو، یک فضای نو و کلان یک روزنه جدید بر زندگی ما باز شد. بله. که دوستای خیلی خوب پیدا کردم، هم صحبت های بسیار خوب، رفیق های بسیار خوب، هم صنفی های بسیار خوب و حتی بسیار زیاد بال زندگی ما تاثیر گذاشت. بله. که کوشش میکنم بخیر که دو سال باقی مانده که باقی مانده همطور به موفقیت و بتونم چیز خوب بهره خوب ببرم از امکاناتی که در دانشگاه کابل است. انشاءالله. خب آقای شریفی، ما که در اول برنامه گفتیم که آقای شریفی شاعر هستن و نویسنده و قلم نوشتاری دارن، امروز هم میخواین با ما و شما یک متن که آماده کردن راجع به معلولین و نابینایان با ما و شما به خوانش بگیرن و ما هم گوش میدیم و مشنویم که چی ها میگن. حالات کردین، شما سرنوازی کردین. خب هرچند که بعضی وقتا گاه گاهی می نویسم، اما هیچ وقت به خود شاعر نمیگم و کوشش میکنم که چیزای خوبتر بنویسم. اما مدتش است که در همین مشغله های دانشگاه و دغدغه های درس و تحصیل مرا دور ساخته. بله. اما بازم کوشش میکنم که امروز چیزی که به شما آماده ساختیم مورد پسند شما و مخاطبین تلویزیون شما قرار بگیره. البته خیلی کوتاه‌تر، چون که با ما همکارای ما میگن که وقت خیلی کم داریم. درست است. خوب است. بفهم. مطابق با وقت صرفیت برنامه شما. بله، بفهم. به نام یاد خدا. از فراسوی قله دیدار دشت هستی من پریشان است. من در آن تنگنای سخت فراخ، تن لرزان من هراسان است. روزهای قشنگ مهر و صفا مثل گلهای رنگ بهار در فراز و نشیب می پویند. غنچه سبز می شود خندان، نسترن رقصان است، پونه اطرفشان است، چشمه جوشنده و خروشنده و سرگردان است. لیک من خسته از این راه دراز و دلگیر در نگاه مردم من یکی عابر دلخسته زار که ندارد راهی و نمیداند زندگی را مقصود. بله. سلامت باشین. تشکر آقای شریفی. شما تقریبا حکایت داشتین از زندگی روشندلان. بله. سلامت باشین. سلامت. تشکر از اینکه تشریف آوردین. موفق باشین در تمام زندگیتون انشاءالله. سلامت باشین. شما بازم سپاس از شما که چنین موقع را مساعد ساختین. ممنون شما. تشکر. زنده باشین. خب بیننده های عزیز،
ای بود برنامه سنگ صبور ای هفته. تا هفته دیگر، تا برنامه دیگر، شما را به خداوند لایزال میسپارم. با بقیه برنامه های تلویزیون هلال باشین. الله نگهدار و حافظتان.